ممنوعیت دوچرخه سواری بانوان در اصفهان. من خیلی خوشم اومد. میگه میشد به این رای نداد. یاد یارانه میلیون میلیون چکو موجودی میشی میخوب. من محسن اکبریم، 24 سالمه، از اصفهان اومدم. حدود یک سال خورده یه که توی اینستاگرام دارم فعالیت میکنم. شغل خودم رو دارم، تو زمینه ارزهای دیجیتال دارم کار میکنم و الان هم در خدمت شما اومدم. برنامه میلیون میلیون من یه سری توانایی دارم، یه سری قابلیتایی دارم که حالا تو خودم دیدم و خب برنامه میلیون میلیون هم یه بستری دیدم که بتونم اینا نشون بدم و خب همه ببینن، هم اینکه یه باوری بشه دوباره واسه خودم تا بتونم بسازم اون چیزی که میخوام. در بخش اول مسابقه شرکت کننده با دابسمش وارد میشه، صفحه اینستاگرامش آنالیز میشه و یک کلیپ از ساخته هاش رو به داوران نشون میده تا سلایی که داورا رو بگیره و 300 کا امتیاز رو از آن خودش کنه. من حسام ناصری ام با میلیون ها انرژی، دعای خیر، حال خوبی که شما به ما میدید در کامنت ها، برنامه میلیون میلیون رو آغاز میکنیم در سه مرحله. یک مرحله داریم اینترو که بلاگری که میاد اینجا صفحش آنالیز میشه، کلیپش پخش میشه. مرحله دوم مرحله خبره که خبری خوانده میشه در سوی حیاتی و ایشون تحلیل میکنه و مرحله سوم مرحله موقعیت بلاگریه. همه شهرهای اصفهان رو دوست دارم اما اصفهانی ها رو ناناز ناناز دوست دارم. برای اصفهانی هست جذاب بزنیم چون محسن اکبری از اصفهان خوش اومدی. پلی کنید براش. سری پول باریکالا. بفرمایید محسن اکبری. دادا خوبی؟ خیلی مخلص. اصلا اول خواستی اجرا کنی من برگام ریخ، فکرم یک کار رپ میخوای بخونی الان برام. اصلا نمیخورد این چهره به این حرکات. بریم صفحت رو ببینیم. محسن اکبری، بحبه، آموزش فوتبال، بدنسازی، دیفکت، بدنسازی دیفکت. که داری شوخی میکنی با هم. دیفکت، دیفکت چیه؟ هیچ معنی خاصی نداره. یعنی چی؟ چه دلیل داره انتخاب این اسمو؟ چون اصلا هیچ معنی خاصی نداره. خب و معنی شما بهش دادیم. آها، دیفکت هم خیلی سر زبونه. دیفکت تو بعد تو گوگل هم سرچ کنید فقط مایی تو دیفکت. گوش کن، تو 187 کا فالوور داری؟ بگم من بلاگر این پیجم، عضو تیم دیفکتم. یعنی این پیج صرف مال من. از چی اومده؟ از چند تا واژه، یعنی اول چند تا واژه اومده؟ تیمی که حالا داشتن اون موقعی که می‌خواستن پیج رو بندازن نشسته بودن دور هم دنبال یه اسمی می‌گشتن که خیلی راحت بوده هم بچرخه و رو کمترین حالت ممکن استفاده شده باشه رو نسبت به پیج دیگه، یعنی نیچ باشه. بعد دیگه یکی نیچ، یعنی خاص، نیچ یعنی خاص. آها خب آره دیگه. بعد یکی اون وسطی که بچه‌ها تز میده که آقا بزنیم دیفکت، بعد سرچ می‌کنن میگن نه نیست، بعد میگن معنیش چی؟ میگن همینطوری گفتم خودمون معنی بدیم و سناریوی داستان دیفکت اینطوری میشه. بریم سراغ کلیپت. میخوام یکی از عجیب ترین اتفاقای هماهنگ دنیا رو بهتون بگم. این دو تا عکسی که میبینید خیلی شبیه همن ولی هیچ ارتباطی با هم ندارن. عکس اول انزو فراریه، راننده ماشینای مسابقه ای و مؤسس برند فراری، و عکس دوم مسعود اوزیله، بازیکن فوتبالی که خیلیاتون میشناسید، ولی هیچ ربطی این دو تا به هم ندارن. ولی قسمت ترسناک ماجرا اونجاست که سال 1988 انزو فراری میمیره و دقیقاً تو همون سال مسعود اوزیل به دنیا میاد. خب عالی بود. بریم سراغ نظر داورا. آقای ایمانی شما اول. من برخلاف نظر جمع با اسمشون کاملا موافق هستم. اسمشون خیلی قشنگ، کوتاه، مختصر، وزندار و خاص هست که توی اینستاگرام
در واقع خیلی اهمیتی نداره که یه اسم معنی داشته باشه، چون کوتاه هست و وزن داره میتونه زود برند بشه. بله. خیلی مشکلی با این اسم ندارم و چند تا نکته‌ای که هست، یکی این که بهتره که توی اینجا یه هایلایتی درست میشد که شما یه بیوگرافی از خودتون میذاشتین که کسی که شما رو این پیج رو فالو میکنه یک آدمی که پشتش هست رو بشناسه، می رو در واقع میه استوری ها. بله دقیقاً، یعنی من کی هستم، من کی هستم. بله. حس خیلی بهتری در واقع میگیره مخاطب. و نکته‌ای که هست اینه که لحن خیلی خوب، سرعت بالا، کاملا ورزشی. با لوگو خیلی موافق نبودم. آه. لوگوش یک مقداری حالت چیز داره، یعنی مثل چه میدونم سپاهان فولاد و نمیدونم صنعتی، دقیقا ورزشی نیست خیلی، میتونست یک کمی ورزشی تر، پر انرژی تر باشه. و یه نکته ای هم که من فالوینگاشون رو چک میکردم، فالوینگ هایی رو داشتن که در واقع که هر کسی که تیک آبی داشت رو رفته بودن فالو کرده بودن، که این خیلی بعضی جاها خوب نیست. یعنی شما باید تو زمینه خودتون کسایی که میشناسین رو فالو بکنید. مثلا تو اینجا رونالدو، مسی، بازیکنان خیلی معروف و محبوبی که هستن، حالا تو ایرانی ها البته اینجا دیدم داشتین، ولی کسایی که بازیگرایی که ارتباطی به ورزش ندارن خیلی خوب نیست، چون سیگنال خوبی به اینستاگرام نمیده. یعنی دسته خود پیج رو اینجا اشتباه به اینستاگرام داره معرفی میکنه که من تو دسته بازیگری هم مثلا هستم. بسیار عالی. نظر شما؟ من مثبت. مرسی. جدی؟ بله. آقای ما نظر شما؟ منم. باریکالله. آقا حیاتی. خیلی کارشون برای من جذاب و غافلگیر کننده بود. مخصوصا اون ترانه سر پل خواجو، ولی کاش که اون سنتی قدیمیشو میذاشتی. زیر پل خواجو. کاش که اون قدیمی رو میذاشتی. یا رو وای ساده زیر پل برای داداش. چند دور سنش شعر رو بخون. داری لعنتی میزنی. اون ترانه قدیمیش نمیدونم کی خونده بود. یکی از خواننده‌های قدیم است. آره 60 70 سال پیش، خیلی قدیم. اون خیلی قشنگ است. رأی آقای حیاتی. باریکالله. 300 تو گرفتی. بریم برای مرحله دوم، جایی که آقای حیاتی یک خبر رو میخونه. این خبر متعلق به اصفهان. در مرحله دوم یک خبر خونده میشه. شرکت کننده به اتاق دایرکت میره و ظرف 2 دقیقه در مورد خبر محتوا تولید میکنه و برای محتواش کاور میزنه. داورا به خلاقیت، اجرای محتوا و جذابیت کاورش 300 کا امتیاز میدن. ممنوعیت دوچرخه سواری بانوان در اصفهان خبرساز شد. دادا خبری که آقای حیاتی خوندن، میره تا دایرکت بچه باحال رفقامون محتوا سازی میکنه. یه کاور خوشگل بزن. آماده ای؟ چشما درد نکنه. 3 2 1 بفرمایید. دست خوشگل. قربونه دارم، شروع کنیم، بفرمایید. خب میگه میشه نصفی جهان رو دو چرخ نشینن و دو چرخ سواری نکنن، تازه اونم خانومای نصفی جهان. بعد چی طور میشه این زوم بستا که بابا تفریحی ندارن که. قدیما سواحل نیلگونی زاینده رود باز بود، میرفتن آفتاب میگرفتن شنا میکردن. حالا شده یعنی بیابونی بر رهوت با کویری لوت، هیچ فرقی نمیکنه. منم به مسئول گفتم بابا بزن این چرخ سمارشون رو بندازن تو این خاچیا، یخته پا بزنن یه ذره تیکاف کنن، یه گرد خاچی بلند بشه اذیتم نکنن. گفتن نمیشه. گفتم خب ورزشکاراشون بدید بیان حداقل یخته این سپمانا تشویق کنن که سپمانا قهرمان بشه ما هم خوشحال بشیم. گفتن نمیشه. گفتم خب میخواین چیکار کنید واسهشون؟ گفتش که میخوایم یه مکانی تفریح واسهشون بسازیم که اینا هم انقدر تو خیابونو ولوادرا نباشن. گفتم بابا شما اومدید ورزش کن نقش جهانو بسازید، الان قدمتش از سیاست پل بیشتر شده، تازه کاملا نیست دور تا دورش هم که بیابونی برخوتن گازا آینده رو داریم. از اون طرف پسرای مجردی اسمو خیلی ناراحت شدن از این خبر. آقای حیاتی چرا؟ گفتن که آقا ما دوست می‌داریم که این زنا بشینن رو دو چرخه پا بدن، ببخشید پا بزنن و ورزش کنن. از اونجا یه ذره ناراحتن و خب یه سری جیرادار هست این وسط. چرا؟ چون که میگن که یه سری وصلت رو باید بین دو چرخ خانوما قرار بگیره تا این داستان اتفاق نیفته. جالبه بدونید که موتور ممنوعی، دو چرخ ممنوعه.
نمیدونم چرا، نمیدونم. اسمان داره دونه دونه خیابوناش نشست میکنه. بعد الان مسئولین به نشستی خانوما رو دوچرخه دارن گیر میدن. آبم که نداره، سپاهانم که قهرمان نشد، نمیدونم چیکار کنم. شما کامنت بذارید ما چیکار کنیم. باریکلا خانم قانون بفرمایید. ارتباط قشنگی بود واقعا، وصل کردنش به زاینده رود و دوچرخه سواری و اون ورزشگاه رو. من خیلی تو خوشم اومد. مرسی مرسی از این خلاقیت. واه 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 واه. آقای ایمانی کاور بسیار عالی، هم رنگ و هم فونت و هم جایگاه کاور یه شلوغی داره که مفهومی مگه میشه نصف جهان دوچرخه سواری. بله خیلی قشنگ درست شده و یه ذره یه جوریه که دوست داره آدم قشنگ ببینه که توی این عکس نکنه اتفاقی افتاده، اینا بیشتر محو کاور میشه. کال تو اکشن خیلی عالی داشتن آخر که گفتن شما بگید من کامنت بذارید که من چی کار بکنم. این خیلی میتونه نرخ تعامل بالا ببره و ویو رو بیشتر بکنه و از همه مهمتر استارت ویدیو یا استارت اجرا خیلی جذاب بود که ویو رو میتونه خیلی بالا ببره. یه نکته دیگه هم من الان دقت کردم تو کاورت، آفرین آفرین که عقاید مختلف در این دو چرخ پیمایی کنار هم دیگه هستن، یعنی که اصلا یک چیز امر طبیعی برای هر انسانی دیگه. پس شما رأیتون مثبته. بله بسیار عالی. خیلی از ایشون واقعا ببین از آقای ایمانی رأی عالی عالی. من میخواستم خیلی حرف بزنم اما فقط اینو میگم، میگه میشد به این رأی نداد. در مرحله سوم به صورت تصادفی برای شرکت کننده یک موقعیت انتخاب میشه، در خصوص اون در قاب میلیون میلیون قرار میگیره و استوری میذاره 15 ثانیه تا یک دقیقه. هیئت منصفه 20 نفره اعلام میکنند که استوری رو پسندیدند یا نه و داورا به خلاقیت اجرا و زمان استوری شرکت کننده رأی میدن. یه شرکت کننده خیلی باحال خوش لهجه آدم حسابی مثل خود شما تو استدیو ما اسم محسن اکبری از اصفهان مرحله سوم رو قراره که اجرا کنه، موقعیت بلاگری. یه توپ رو انتخاب کن بده. توپ اولو میخوام بخونم برات. فقط خیلی مهمه که هیئت منصفه باید رأی بده بهت. پرتاب پرتاب پرتاب. پرتاب سه امتیازی. اگر انداختی وایسا فرض کنیم بسکتبال. بندازی یه هدیه از میلیون میلیون بهت میدم. بیفته این تو. باریکلا. نشینه گیریدم خوبه. شماره 5. آقا بداهه بفرمایید اونجا، بفرمایید اونجا بداهه. چه استایلی دارید زندگیت؟ موسیقی. موسیقی، آهنگسازی؟ شعر می‌نویسم، آهنگسازی. خوندن؟ خوندنم انجام میدم. چند ساله؟ حدود 10 سالی میشه. ده، پس 10 سال پیش اولین باری بود که از خونه غر کردی. دقیقاً. شوخی کردم. عرضم به خدمت، هم می‌خونی؟ چه سبکی؟ زیرزمین. زیر زمین مگه باشه اون زیر زمین دارید یا روی زمین دارید؟ یه ذره تند موزیک هم رپ باشه خان مقاله. یه کاری کنیم، بیا این چالشه رو من برات انجام ندم. خب این چالشه ورزشیه، خب فکر نمی کنم دوست داشته باشی. بیا تو حوزه تخصص خودت بریم جلو. موافقی؟ آره. من یه کلمه میگم، یه کلمه آقای عیتی میگه، یه کلمه خان مقاله، یه کلمه آقای ایمانی. سخت‌ترش کنم؟ سخت‌ترش کن. یه کلمه هم آقای کارگردان امیر رضایی کارگردانمون، یک کلمه از اتاق فرمان بگه سریع تو 30 ثانیه 40 ثانیه فکرم نمیخوام بکنی، رپ کن، تکستشو بگو برامون. اوکی؟ حل پورتو. آقای ایمانی یک کلمه شما. یارانه. یارانه؟ شما؟ من میلیون میلیون. میلیون 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 شما. خب بله. قطر به سفر، ببخشید سفر به قطر. سفر به قطر پس شد میلیون میلیون. سفر به قطر، یارانه، امیر رضایی. شما؟ حسام ناصری. حسام ناصری. یه دونم من خودم بهت میگم، 33 پل. پس شد 33 پل. خب یارانه، میلیون میلیون، سفر به قطر، حسام ناصری. حسام ناصری. آماده ای؟ حسام ناصری. خب برو بریم.
من یک زمانی بهت بدم تا آماده میشه یه توضیح بدم که برید همین الان در هلدینگ بزرگ همکده، اگر یه مقدار نسبت به زندگی و اطرافیانتون حالتون بده با بهترین مشاوره همکده در ارتباط باشید، اون حالتون رو خوب بکنن. آماده ای شما؟ آماده باش. من الان میگم بچه صحنمونم برات یه بیت بذارن. ایوه اوکی؟ عالی تر میشه، کار میدیم اینجوریه بچه. یه بیت هم براش پلی کنین. میاد یارانه میلیون میلیون چکو موجودی میشی میخو، منم اینجا روی استش، فردوسی پورم نیست مستش، آقا حیاتی اون وقت قلافی میگه سفر قطعا نداریم، منم همراهیم اینجا نبازیم تا که ببریم جلو نباشیم. آه سیاسه فول میرم پول چی دستم میگیرم نمیرم زور چی، اینجا حرف میزنن خو همه جو تا که بیا توی مخم همه جو. آه گاهی میره کلمه تو سرم یادم، ولی حسام میاد تو ذهنم، میگم حرفا رو بزنم تونتر، کلمه تو دستم میاد پنج چهار سه، میگم تایما رو بگی تونتر، اینو بدا از همشم روک بگم، من نیستم این کار هستم، فقط دارم من حرف میزنم، دوربینم کلی دوست دارم که استرسی هست نمیشم، نه گاهی یادم میره هرچی میاد تو ذهنم، واسه همین من قلم ندارم که فقط بنویسم، میخوام محکمتر بگم این بیت خراب شد، مغز منم بیشتر ریختم، ولی حرفمو دارم تونتر میگم، اگه کلمه یادم رفت بهم بگین که نیاد توی ذهنم، چون قافیه مهم نیست، فقط مهم جسارت منه که دارم واسه کلمه میگم. من و حیاتی و مقانلو آماده این بریم بخوریم آلبالو. کنار ما ایمانی نشسته، رضایی دست تنها تو واحد نشسته، بریم ببینیم منصفه، آیا منصفه آقا جمجمه این حجم از جمجمه. آقای کلا خوب نشد، آقای کلا بفرمایید منصفه. بله تمام زمان دو نفر رأی ندادن، 18 نفر به تو رأی دادن. خیلی آمدن در مسابقه میلیون میلیون شرکت کردن به امید میلیونی شدن، اما متاسفانه یک جاهایی استرس گرفتشون و نتونستن امتیاز رو بیارن متاسفانه، و کاری هم نمیشه کرد. کم با تو اول گپ بزنم بعد برم سراغ ادوار. حالت خوب الان؟ اوکی؟ عالی. اگر میلیون نشی اتفاقی میفته تو روحیه تو تاثیر میذاره یا نه، یا ادامه میدی مسیر رو؟ نه بابا ادامه میدم. ادامه میدی؟ آره. دوباره میای تو مسابقه ما شرکت کنی؟ قطعا با افتخاره. خدا به شکر. آقای ایمانی نظر شما، هیئت منصفه رأی دادن، نظر شما؟ من کار ایشون رو پسندیدم، حتی اگر زمان بیشتری هم داشت حتما نگاه میکردم. متشکرم، رأیتون اعلام کنید سریع. ممنونم، متشکرم، مبارکت باشه. خانم مقانلو شما؟ رب بسیار مشکله، من اینو دقیقا میدونم، کلمات رو کنار هم قرار دادن در این فاصله کوتاه واقعا شایسته این هستین، و خیلی خوشم اومد که گفتین اگر باشه ادامه میدم، و خیلی محکم گفتن بله. بله منم. متشکرم خانم مقانلو نازنین. آقای حیاتی گل، شما باید الان قلب رو بزنی، ایشون میشه 990 کار، اما چون هنر سلیقه ایست، خب من میخوام یه کاری انجام بدم. خواهش. این که ما 10 کا الان کم داشتیم از حیط منصفه به خاطر سلیقه، ولی قرار نیستش که یک سلیقه باعث بشه روند مسیر زندگی یک نفر تغییر کنه. من از اختیار خودم 10 کا میدم به تو، یعنی تو رو کامل 100 کایت میکنم در حیط منصفه. خب با احترام به اون دوستانی که سلیقه شون نبود، شما الان اگر اون قلبه رو فشار بدی قربونت دارم، 1 میلیون میشه، 1 میلیونی میشه، مسیر زندگیش درست و اصولی توی این حوزه میره جلو. اگر فشار ندی من میام اونجا خودم فشار بدم. سرنوشت ساز شد. اول نظر راجع به محسن اکبری بگو. وقتی ایشون اینقدر قشنگ شروع کردن با اون ترانه سر پل خواجو و بعدش هم اون کلیپ و بعدش هم اجراهای بعدیشون، من انتظار داشتم همینطوری بره بالاتر، هی بهتر بشه کیفیت. خب کجای کام اگه ضعیف بود؟ نسبت به اون دوتا بخش به نظر من رفه. یه خورده پایین‌تر. البته باز فکر می‌کنم یه مقداری میشه بهشون حق داد، چون به هر حال کار خیلی سختیه، یعنی بخوای کلمات رو سریعا پشت سر هم بچسبونی و معنا هم داشته باشه، یک مطلبی رو به مخاطب برسونه، و خیلی سخت بود، میدونم همه اینها رو، ولی با این حال نه
نمیدین. ببین آیا حیاتی دهه 70 ان. بله. خب نسل دهه 70 ادبیاتشون اصلا موسیقیشون فرق کرده. درسته؟ نباید زدش بشه موسیقی پل خاجو دیارو گم شده اصلا. ولی شما اون رپ رو خیلی قشنگتر اجرا کردید. آقا رپ رو من قشنگتر اجرا کردم. بله. من یه خواهشی ازت دارم آقای حیاتی. میخوای نه واقعا رای نه دیگه شماره. من یه خواهشی ازت دارم. بفرم. آقا آقای حیاتی رایش نه. ایرادی که نره. نه. محترم رایش هستن. با به کار ادامه میدی؟ قطعا. جدی؟ قطعا. خب یه سال میلیونی بشی چیکار میکنی؟ میسازم اون چیزی که میخوام. با کی؟ با میلیون میلیون. با هولدینگ میلیون میلیون. قول میدی که مثلا یه اتفاق خفن رو ببینیم از تو؟ قطعا. قطعا؟ قطعا. آقای حیاتی شما خیلی آدم خفن خوبی هستی. ببخش من این واژه خفن رو به شما میگم. خیلی باحالی شما. خیلی هم دلت مهربونه. تو چشای من نگاه کن. نهایتا من فکر میکنم به خاطر هنرمندان بزرگی که اصفهان تقدیم به ایران کرده، چون اصفهان در واقع قلب هنر ایرانه و من فکر میکنم آدمایی که بعدها اومدن برای خودشون اسطوره هایی شدن در عرصه هنر، شبیه همین آقای محسن اکبری بودن، از همینجا شروع کردن دیگه. بعدها اومدن شدن وحدت، شدن ارهام صدر و شدن خیلی از هنرمندان دیگری در این عرصه. خب پس بس بیام بقلی درسه. من میخوام به احترام همه هنرمندان بزرگی که اصفهان تقدیم ایران کرده و به یاد وحدت و ارهام صدر به شما بابا باری کلا مبارکتون باشه. شما اصلا یه دونه باشی آقای حیاتی. شما چه در قاب تلویزیون چه در قاب فضای مجازی کاری رو میکنی که آدم ها تو ذهنشون میمونه. برای آقای حیاتی، خانم مقانلو و آقای ایمانی دست قشنگه رو بزنن. بسیار پسر باحالی بودی، میلیونی شدی. تا اینجاش به عهده داورا بود، به عهده ما بود، به عهده هیئت منصفه بود. از اینجا به بعد فقط به عهده خودته، حتی به عهده میلیون میلیون نیست. میلیون میلیون بستری رو برای تو فراهم میکنه که خودتو نشون بدی، حمایتت میکنن هر جوری که بخوای، اما بقیهش برمیگرده به خودت. صحبت پایانی، کوتاه، سریع با هر کسی که دوست داری. من فقط از برنامه میلیون میلیون واقعا تشکر میکنم، چون بستری نیست واسه ما، مخصوصا تو اسمان، واسه هنر من، واسه کاری که انجام میدم و اینکه این فرصت ایجاد شد بیام حداقل خودمو نشون بدم. اصلا کاری به برنده شدن ندارم، لطف همه بوده به من رأی دادن، ولی اگه رأی هم نمی آوردم واقعا خوشحال از اینجا میرفتم بیرون، چون یاد گرفتم بعضی وقتا باختن یه درسی به آدم میده که بردن. برات ارزو به تایم ها داریم، امیدوارم که این قاب رو شما تجربه کنید در میلیون میلیون. سری پولی خاجو یارو وایستاده نازی چشا عبروش دلم افته. بیا هنوزم باورم نمیشه میلیون میلیون الان اینجا نشستم. بیرون بودم گفتم نهایت 300-400 کار بگیرم تش واسه لحچه هم یه 500 کار من بدم. ولی خب خدا را شفیش هر کدوم آدون که فکر میکنی انقدر هنر داری و هیچ جایی نیست که خودتون رو نشون بدی، پاشید بری میلیون میلیون. جدی دارم بدون میگم و اینجا برنده هم که نشید و برنده. برای هر گونه همکاری، اسپانسری و شرکت در مسابقه و دیدن کلیپ‌های بیشتر به پیج میلیون میلیون مراجعه کنید.